من یه جنبندی از اینجا به شما بدم قبل از اینکه وارد بخش آخر درس بشیم. گفتیم که توی دیدگاه مادیگرا یا ماتریالیستی ما سه جهان داریم: جهان عینی، همون طبیعت، ذهن و فرهنگ. توی دیدگاه دوم، دیدگاه اسلامی، ما چهار جهان داریم: جهان عینی که بهش میگیم تکوین، هم طبیعت هم فوق طبیعت، بعد ذهن رو داریم و فرهنگ. اصطلاحاتی هم که در اسلام به کار برده گفتیم که این دیدگاه طبیعت و فوق طبیعت رو به ما میگه، مثلا دنیا و آخرت، ملک و ملکوت و شهادت و غیب. دنیا میشه مثلا طبیعت، آخرت میشه فوق طبیعت، یا ملک میشه طبیعت، ملکوت میشه فوق طبیعت. خب مطلب سومی که اینجا میخوایم با هم راجع به صحبت بکنیم راجع به تعامل جهان هاست. آقا قضیه خیلی ساده است، بذارید همه مباحث رو بذاریم کنار. ما سه دیدگاه رو میخوایم بررسی بکنیم. در طبیعتا دیدگاه سومش اسلامه، از همین الان بگم دیگه آخر فیلم لو بدم در واقع. سه دیدگاه میخوایم بررسی بکنیم، آخرش اسلامه. میخوایم ببینیم در هر کدوم از دیدگاه ها چی برتر است. یعنی چی؟ آیا ذهن برتره؟ انسان فردی. آیا جامعه برتره؟ انسان اجتماعی یا همون فرهنگ. یا جهان عینی برتره؟ همون محیط و به اصطلاح عالم طبیعت و فوق طبیعت و اینا. کدوم برتره؟ حالا ببینیم که در هر دیدگاهی چه چیزی برتر خواهد بود. دیدگاه اول، خوب دقت بکنید. نظر اول، نظر کسانی است که من به اصطلاح بهشون میگم طبیعت گرا. چرا میگم طبیعت گرا؟ اینا لیبرالای غربی ان. که در غرب خیلی دیدگاهشون خریدار داره. در واقع لیبرالای غربی یه حرفی میزنن، میگن آقا انسان مهم است و انسان تابع طبیعتشه، پس طبیعت مهم است. پس بنابراین در این دیدگاه طبیعت برتره، همه چیز تابع چیه؟ طبیعت. این افراد در واقع جهان عینی رو به جهان طبیعت محدود میکنن، میگن گفتم دیگه طبیعت گران دیگه، در واقع میگن فقط طبیعت اصله و جهان عینی هم همون طبیعته، چیزی فراتر از اون نیست. مال غرب دیگه این دیدگاه. اونا میگن که در واقع جهان طبیعی مهمتر است، یا جهان عینی مهمتر است جهان فرهنگی است. یعنی جامعه تحت تاثیر طبیعت انسان هاست. نکته دیگه که راجع به این میگن، که میگن طبیعت به اصطلاح برتر هستش، میگن همه چیز هویت طبیعی و مادی داره. مثلا ذهن انسان یعنی فردیت انسان، و فرهنگ هویت طبیعی و مادی داره. یعنی شما قوانین طبیعی و مادی رو بدونید، میتونید پیش بینی بکنید که یک جامعه چجوری برخورد میکنه، یا یک انسان چجوری برخورد میکنه. علاوه بر این تو این دیدگاه علوم مختلف هم فرقی با هم ندارن. یعنی علوم طبیعی، علوم انسانی و علوم اجتماعی هیچ تفاوتی با هم ندارن. یعنی چی؟ یعنی خیلی قضیه ساده است. اینجا اولا روش برای تمام این علوم حسه، حس و تجربه. ثانیا شما یا علم دارید یا ندارید. اگر علم، باید از طریق حس و تجربه به دست بیاد. یک مطلبی که از طریق حس و تجربه به دست بیاد میشه علم. اگر از این طریق به دست نیاد علم نیست. پس هیچ تفاوتی بین علوم مختلف اینجا نیست. شما همونجور که کنش اقتصادی بررسی میکنید، همونجور هم میاد علوم طبیعی رو بررسی میکنید. در علوم طبیعی مثلا دستبندی میکنید، فرض کنید آزمایش های طبیعی که انجام دادید. توی علوم انسانی میاد بر اساس تجارب قبلی مثلا جوامع میاد قوانین اقتصادی رو استنباط میکنید. فرقی نمیکنه. در هر سه دیدگاه، علوم طبیعی، علوم انسانی و علوم اجتماعی، شما به یک عینک دارید. عینکتون هم آزمایش و حس و تجربه است. از این طریق مطالب رو میفهمید. خب این دیدگاه اول بود. اما دیدگاه دوم چیست؟ نظر دوم چیست؟ نظر دوم نظر سوسیالیستا و کمونیستا است که در کشورهای شرق اروپا بیشتر بودن. حالا در مثلا دوران جنگ سرد، یا مثلا در شوروی فرض کنید سابق، در کوبا، در نمیدونم چین کمونیست و اینها. اینا میگن آقا اصلا لغت معلومه دیگه، میگیم سوسیالیست، سوشیال، اجتماعی. میگه جامعه برتر است، فرهنگ برتره. فرد انسانی تابع چیه؟ جامعه است. اینا جهان فرهنگ رو مهمتر میدونن و ذهن رو تابع فرهنگ میدونن. میگن ذهن انسان تابع فرهنگ. یعنی خیلی جمله خیلی مشهوری دارن، من اینو سر کلاسام هم گفتم. میگن که به خصوص در زمینه بحث پرورش کودک توی مثلا پدگوژی، در واقع اینها میگن، میگن که علماشون یک کودک رو اگر به ما بدید، ما میتونیم با تربیت اجتماعی رو تبدیل بکنیم به یک قاتل، یا تربیت اجتماعی بهش بدیم تبدیلش بکنیم به یک دانشمند. یعنی در این دیدگاه هیچ فرقی نمیکنه. فرد انسانی اصلا اهمیت نداره. فرهنگ مهمه، تربیت اجتماعی مهمه، جامعه تاثیر میذاره. میگن اصلا فرد انسانی مهم نیست، اینو در هر ظرفی بریزی شکل همون ظرفو به خودش میگیره، پس جامعه است که خیلی اهمیت داره. نسبت به طبیعت چه دیدگاهی دارن؟ طبیعت هم ماده خام میدونن. یعنی ما طبیعت رو هر کاری بخوایم باش میتونیم انجام بدیم. اینا در واقع در طبیعت هر دستی که میخواستن میبردن و هیچ قداست و احترامی هم طبیعت براشون نداشت. نظر سوم البته نظر اسلام هستش. اسلام، حالا ما تو دیدگاه اول گفتیم طبیعت مهمه، تو دیدگاه دوم گفتیم فرهنگ مهمه. اسلام میگه نه، همه چی مهمه. میگه هم ذهن مهمه، هم فرهنگ و هم جهان عینی. اصطلاحات رو خوب دقت بکنید لطفاً.
میگه که عالم برخورد حکیمانه و هوشمندانه داره با انسان. یعنی جهان عینی خیلی مهمه، جهان عینی خرد پشتش هست، حکمت پشتش هست. حالا چرا؟ بر اساس مشیت خدا اینجوره، چون خداوند خودش حکمت آمیز برخورد میکنه، پس آفریده او هم حکیمانه با ما برخورد میکنه. این از جهت اهمیت جهان عینی. بعد در این دیدگاه یه مطلب دیگه این هستش که جهان فردی و اجتماعی هم مهمه، یعنی هم ذهن مهمه هم فرهنگ. مثلا فرض بکنید که صحبت از مسئولیت فرد میکنه در قبال جامعهش، اهمیت فرد یا ذهن. بعد صحبت از زندگی و مرگ امت ها میکنه، اهمیت امت یا جامعه. قبلش هم که گفتیم راجع به جهان عینی هم صحبت کرد، گفته بود رفتار حکیمانه عالم با انسان بر اساس مشیت خدا. پس از دیدگاه اسلامی هر سه مهم است، در نگاه قرآنی هر سه مهم است، هم انسان مسئولیت داره ذهن، هم امت ها مهمن زندگی و مرگشون صحبت میشه جامعه یا فرهنگ، و هم خود عالم یا جهان عینی با انسان رفتار حکیمانه داره بر اساس مشیت خدا، پس عالم هم اهمیت داره. تازه یه نکته خیلی مهم دیگری که میگه ببین، اگه تو میخوای در یک جامعه برکات از آسمان و زمین بیاد، دو شرط باید داشته باشی: تو درست باشی، جامعت هم درست باشه. یعنی انسان اخلاق الهی داشته باشه، جامعه هم فرهنگ توحیدی. در این حالت این دوتا که ترکیب میشه، میشه چی؟ در واقع اخلاق الهی فرد و فرهنگ توحیدی جامعه میشه برکات آسمان و زمین. یعنی زمین و آسمان میفهمن که تو درستی، جامعت هم درسته، برکت برات میریزه. حالا برعکس، اگر هویت من مشرکانه باشد یا هویت جامعه مشرکانه باشد، برکات قطع میشه. دقت بکنید، زمین و آسمان ظرفیتشون رو پنهان میکنن. پس توی این مطلب آخر خیلی جالب دوباره اشاره کرد به اینکه شرط اینکه برکت از آسمون و زمین بیاد اینه که ما اخلاق الهی داشته باشیم و فرهنگمون هم فرهنگ توحیدی باشه. حالا اگه ما اشکال داشته باشیم یا جامعهمون اشکال داشته باشه، ما که میگم فرد منظورم هستش، ما اشکال داشته باشیم یا جامعهمون اشکال داشته باشه، برکات چی میشه؟ قطع میشه در واقع. خب این از مباحث مربوط به درس 1 علوم اجتماعی. فکر میکنم که مباحث ساده است ولی یه ذره حالا زیاده در واقع. من دوباره یه جمع‌بندی به شما بدم، خیلی قضیه ساده بشه براتون. ما در بخش اول بخش‌های مختلف جهان انسانی رو دیدیم که جهان فردی و اجتماعی بود. در بخش دوم دو دیدگاه رو بررسی کردیم، نسبت به هستی، جهان هستی. یکی دیدگاه اسلامی بود که میگفت ما چهار جهان داریم: طبیعت، فوق طبیعت، ذهن، فرهنگ. یکی دیدگاه در واقع اول بود یا دیدگاه ماتریالیستی که میگفت ما سه جهان داریم: جهان طبیعت، ذهن و فرهنگ. در بخش سوم هم اومدیم سه نظر رو بررسی کردیم راجع به اینکه چی برتر است. نظر اول غربی ها بود، میگفت طبیعت برتره، علوم مختلف فرقی ندارن. نظر دوم نظر سوسیالیست ها و کمونیست ها بود، میگفتش که جامعه برتره، فرهنگ برتره و طبیعت رو ماده خام میدید. و نظر سوم نظر اسلام که میگفت همه چیز مهمه، هم ذهن، هم فرهنگ و هم جهان عینی. خب فکر کنم مطلب خیلی ساده است، و معمول یه مرور لازم داره و انشالله قشنگ بشینه به ذهنتون، مرکز ذهنتون بشه و بعد بتونیم که در مباحث بعد ازش استفاده بکنیم.